در خبری فوری، معاون امنیتی وزیر کشور خطبه های دیروز مولوی عبدالحمید درباره کشتار معترضان در زاهدان را تحریک آمیز خواند و گفت او باید توجه بیشتری داشته باشد تا نماز جمعه محل سوء استفاده دشمن نشود. عبدالله عارف مدیر کمپین فعالان بلوچ از لندن همراه ما هستند. آقای عارف، حالا بعدتر به صحبت های معاون وزیر کشور خواهیم پرداخت، اما ابتدا به ما از صحبت های مولوی عبدالحمید بگید که مستقیما علی خامنه‌ای رو مسئول کشتار زاهدان دونسته. چه عواملی به نظر شما باعث شده که امام جمعه زاهدان بخواد به طور مستقیم عامل کشتار رو معرفی بکنه؟ بله، حقیقتا این اظهارات مولوی یک اقدام بی سابقه است که مستقیما رأس هرم رو به چالش میکشه، علی خامنه ای رو. قضیه اینه مولوی که کلا از تمامی اوضاعی که در این دو هفته پیش اومده و پیگیری های دولتی ناامید شده و دیده که دولت اصلا اهمیت نمیده به قضیه و داره قضیه رو فرمالیته میکنه. وزیر کشور اومد، کمیسیونی از نمایندگان کمیسیون امنیت ملی اومدن و حتی اکیپ ویژه اومد که تهدید میکرد خانواده های به اصطلاح کشته شدگان رو که یا ساکت بشید که یا اینکه ما یارانه های شما رو قطع میکنیم و وعده های زیادی هم. قضیه کلا خاموش بشه. و مسئله دیگه اینه که فشار افکار عمومی بر مولوی، دیگه مولوی ناچار شده که کاملا از علی خامنه‌ای بخواد که وارد این مسئله بشه، چون قضیه دیگه هم که هست مسئولین استانی خواستن با مولوی ملاقات کنن که این مسئله رو حل بکنن و مولوی گفت این مسئله تنها از طریق مسئولین رده بالای کشوری باید حل بشه و دلجویی از زخمی ها و خانواده کشته شده ها کافی نیست، باید محاکمه صورت بگیره، باید مسئولین مورد مجازات قرار بگیرن. برای همین دیدیم که مولوی این هفته به ناچار مستقیما علی خامنه‌ای رو مورد خطاب قرار داد. همزمان دیدیم که همین دقایق پیش معاون وزیر کشور واکنش نشون داد به صحبت‌های مولوی عبدالحمید و به نوعی میتونیم بگیم که تهدیدش کرد و صحبتش رو تحریک‌آمیز خونده. شما ارزیابیتون در رابطه با صحبت‌های معاون وزیر کشور چی؟ متاسفانه فرمانده نیروی کل نیروی انتظامی در زاهدان به تظاهرکنندگان گفت اینا اراذل اوباش هستند و همین گفته ها رو آقای میر احمدی معاون وزیر کشور هم تکرار کرده در گفته هاش و مولوی رو متهم کرده که اراذل اوباش رو تحریک کرده، که این تظاهرکنندگان رو تحریک کرده و موجوده که اینا بیرون بیان و اعتراض بکنند. اینا میخوان مولوی عبدالحمید رو متهم کنند که این تظاهرات رو داره رهبری میکنه و منبرش منبری شده برای دشمن در واقع، بعد از اینکه مولوی عبدالحمید مستقیما از منبر خود شروع کرد به انتقاد از حکومت، از سیاست های حکومت و از خود شخص علی خامنه ای. اینا الان شروع کردن که مولوی رو متهم بکنند که منبر و منبر جمعه وی یک منبری برای دشمنان جمهوری اسلامی ایران هستش. البته این موضوع در واقع موجب میشه که مردم بیشتر هماهنگ بشند و شاید هم بیشتر با مولوی عبدالحمید، بعد از اینکه سالها مولوی عبدالحمید همیشه سعی کرده بود که موضوع میانه‌ای در قضایا اتخاذ بکنه، این در واقع مردم رو جوری خوشحال خواهد کرد که مولوی در این روزها حداقل در صف مردمان هست. متشکرم از توضیحاتتون. عبدالله عارف مدیر کمپین فعالان بلوچ از لندن همراهمون بودید. درود بر شما دوستان عزیز و تمام اهوراییان، جاوید شاه، جاوید خاندان با عزت پهلوی و جاوید پرچم سرنگ زیبای شیر خورشید نشان با اون تاج همیشه طلاییش. امیدوارم مثل همیشه سرفراز، پیروز، موفق، پرشکوه و با اراده در کنار همدیگر فقط به براندازی نژیم منحوس آخوندها بپردازیم و پایان دیکتاتوری رو به زودی با هم جشن بگیریم. دوستان تاجدار و اهورایی، میدونید که امروز مردم دنیا دیگه نگاهشون نگاه براندازانه و نگاه پایان دیکتاتوری رو و آخوندیسم رو داره به همه ما نوید میده. دوستان عزیزم و تمام تاجداران اهورایی سرزمین، بدونید که اوضاعی که امروز
شما دنبال میکنید اوضاعی است که به وفق مراد همه ما برای براندازانه. و جالبه بهتون بگم بچهای عزیز، اخبارها و اعلانات و خبرها از درون ایران. درود به بچهای عزیز، درود به همتون، فداتون بشم، قربون همتون برم، خیلی هم دوستتون دارم، از ابراز احساساتتون سپاسگزارم و مهمان ویژه‌ای رو تا چند روز آینده در کنار خودتون خواهید داشت، یکی از بهترین عزیزان که در آیین پادشاهی کنار همدیگه به جنگ اهرمنی رفتیم، چه از نوع خودیش چه از نوع بی خودیش. حالا جالبه بچه های نازنین بگم که اوضاعی که در اخبارها شما روزانه نگاه میکنید، شما یه خبر بدون فوری در ایران دیگه پیدا نمیکنید. تمام آخوندها به اما و اگرها افتادن. این مولانا عبدالحمیدی که برای شما ابتدای لایف گذاشتم، او هم متوجه شده که دیگه خانه آخوند خانه امنی نیست و اگر درنگی بکنه و کوتاه بیاد، مردم بلوچ حسابش رو با حساب آخوند یکی خواهند کرد و یک تصحیح حساب جانانه ای رو باید بپردازه. دوستان، در تمام امور تاریخ ایران زمین ما تا به امروز هیچگاه ببینید جرأت میخواد این مطلب ها و گفته ها، که در حال واحد ما طی این 43 سال حکومت نکبت آخوندی در ایران هیچ امام جمعه موقت و غیر موقت نداشتیم که روبروی ضحاک خامنه ای بیسته و این نقش رو در سیستان و بلوچستان مولوی عبدالحمید، هرچند من زیاد باش سر خوشی ندارم به خاطر گذشته نکبت، اما امروز در صف براندازان بناب مصلحت خودش نظام هرچه هست آمده و مقابل جمهوری اسلامی و ضحاک پیر قرار گرفته. یعنی چی؟ یعنی آخوند خامنه ای اولین شوی تبلیغاتیش رو در سیستان بلوچستان از دست داد و باید ثابت کنه جمهوری ننگین اسلامی، خوب توجه کنید، باید ثابت کنه، باید جمهوری اسلامی ثابت کنه که در درونش هیچ مشکلی وجود نداره و همه چی بر وفق مرادشه. آیا به نظر شما همچین چیزی امکان داره؟ آیا به نظر شماها جمهوری اسلامی میتونه و توان این رو داره که در مقابل مردم به جوش آمده در سیستان و بلوچستان، خوزستان و شهرهای دیگه سکوت اختیار کنن؟ آیا به نظر شماها در سیستان و بلوچستان سیستانی ها طرف حق رو خواهند گرفت یا باطل رو، جدا از دینشون سنی شیعه هیچ فرقی نمیکنه، انسانیت؟ آیا به نظر شما در سیستان و بلوچستان که مهد بزرگ ابرمرد تاریخ ایران و ضد اعراب تازی بر ایران ما، یعنی یعقوب لیث صفار، آیا بزرگ مردان، دلیران، بزرگ زنان، تاجداران و اهورائیان ما در سیستان و بلوچستان یک بار دیگه این ضحاک رو پوزش رو به خاک میمالونن، یا حیله دیگر توسط امام جمعه پیشینه و دیرینه خودش یعنی همین مولانا عبدالحمید، آیا کلاهی دیگر برای مردم بلوچستان ساختن؟ حالا میخوام حرف اول رو آخر بزنیم. نه، حرف اول رو باید اول زد. همین ابتدای امر، همین ساعات ملکوتی براندازی آخوندیست.
حرف آخر رو اول میشه زد، اولی رو به آخر نمیشه سپرد. دوستان بدون تعارف بهتون بگم، تمام مشکلات ما در براندازی جدا از اپوزیسیونه، خارج از کشور، در درون ایران به علت این که در کشور ما در شهرهای مختلف و در استانهای مختلف اقوام و حزبهای کوچیک کوچیک و طایفه ها به حالت ریش سفیدی حل مسئله می کردن، به خصوص تا به الان کمک به جمهوری اسلامی می کردن. خوب توجه کنید بچه ها، چون در ایران به خصوص در شهرهای مذهبی هم یک دست بیشتر از همه، مثل مثلا اصفهان، یزد، دسفول، استان خوزستان، همین سیستان و بلوچستان، کرمان، سیرجان، لرستان، کردستان، این شهرها به صورت یا استانها ریش سفیدان تسلط خاصی بر مردم داشتن و جامعه داشتن و در شهرها داشتن، هرگاه ما میخواستیم به موفقیت برسیم جمهوری اسلامی دست به دامان این افراد میشد. بذارید حرفمون رو رک بزنیم. بچه های نازنین و جوانان، به خصوص کف خیابانی ها، بزرگ شما پادشاه شما و شهبانوی شماست، ولاغه. خوب توجه کنید دوستان نازنین، بزرگ ما، خوشندیش ما، با تفکر ما، ایماندار ما، آیین ما، مذهب ما، نماد ما، سمبل ما پادشاه است و بس، و شهبانوی نازنین. پس از الان حواستون باشه، جمهوری اسلامی الان دست به دامان ریش سفیدان گشت رفته و دست به دامان بزرگان مذهبی، بزرگان اقوام، قومها و توایف رفته. در بخش عربها پیش شیخها، در بخش لورها پیش خانها، خانزاده ها، کدخداها، در بخش های سیستان و بلوچستان و دیگران همین روالی که شما میبینید. دوستان بیایید بدون رودرباسی به این بزرگان بگیم لطفاً در این انقلاب دخالت اگر میخواهید بکنید پشت سر جوانان بیستید. دوباره تکرار میکنم، به بزرگان توایف مذهبی و به بزرگان اقوام، به خصوص در لور، کرد، فرقی نمی کنه، اصفهانی، همه و همه، خوب توجه کنید. به اینها این بار با صراحت تمام بگویید در انقلاب جوانان و نوجوانان و انقلاب نوین و رنسانس، لطفاً در این کار این بار سنگ اندازی نکنید و پشت سر جوانان بیستید. ما رودرباسی با کسی نداریم، نیان و شما رو، عزیزان رو دوباره به حاشیه بکشونن. جمهوری اسلامی به سراغ ریش سفیدان رفته و اعلام کرده که هرچه سریعتر این اوضاع رو باید سامان داد. خبرهای موثقی دارم و اخبار موثقی دارم، خوب توجه کنید. جمهوری اسلامی این بار دست به دامان ریش سفیدان شده، اما همونطوری که ابتدای لایو گذاشتم، یکیش امام جمعه موقت و مادام العمر یا فرقی نمی کنه، در زاهدان و سیستان و بلوچستان آقای مولانا عبدالحمید است که در این روزها مقصر جمعه خونین زاهدان رو شخص خود علی چلاق یا خامنه ای دانسته. آقای خامنه ای و عاملان و عامدان جمهوری اسلامی، این بار مذهب ما، دین ما، آیین ما، سمبل ما، تفکر ما،
هدیه ایست به شماها، اسمش هست بر اندازی چهار بخشه بدون تعارف. رو به هیچ کسی هم نزنید که روی بزرگان و ریش سفیدان مثل بارهای قبل به درد نخواهد خورد برای شماها. از الان به شما میگم دوستان، توجه توجه توجه، حواستون باشه. جمهوری اسلامی چیزی که به من ارائه شده از طرف اقوام، توایف و اعضایی که خوانینی که بزرگانی که در قوم لور، کرد، عرب فرقی نمی کنه. با قدرت بیستید. اونان که باید بیان با شماها مچ بشن، اونان که باید بیان پشت سر شماها این بار نوکری شما رو بکنن، نه نوکری آخوندو. سال 98 همین ها بودن که قوم ها بودن، بزرگان بودن که این واقعا بهتون بگم جنبش براندازی رو خوابوندن و قتل عام بزرگترین قتل عام جمهوری اسلامی اتفاق افتاد. همین نابخردان بودن که باعث شدن جوانان ما همه کشته بشن. ما براندازیم و ریش سفیدان و توایف و اقوام و کت خداها باید پشت سر ما وایسن. این مربوط میشه به درون ایران. و اما بیرون از ایران، بیرون از ایران خوب توجه بکنید بچه های نازنین. همونطوری که شما نازنینان دیدید مخلفاتی و شکلات هایی چون تجزیه طلبان و دیگر اعضای تیم ملیشان توانسته بودند توی این روزهای حساس بیان و به شماها اعلام کنند که اگر میخواهید براندازی بکنید پرچم نیارید، عکس‌های پادشاه عزیز ما رو نیارید، نه خیر. تودهنی بزرگی به شماها زده شد. امیدوارم این تودهنی رو به یادگار در تاریخ خودتون حفظش کنید، حکش کنید، یادگاری. آقایون و براندازانی که به اصطلاح برانداز هستن و شعارهای آنچنانی هم میدن به نظر خودشون، خوب گوش بدید. پایان آخوند پایان شماهاست. ما با تک تک شماها کار داریم. ما با گوشه گوشه های خائنینی که در سرزمین تاجداران باعث مرگ جوانان ما شدن کار داریم. اونطور به همه چیز رو به آینده سپردیم تا به وقتش. وقتی بهتون میگم رمز پیروزی شما در اتحاد و شعار رضا شاه، جاوید شاه و رضا شاه، رضا شاه، رضا شاه یا همون شعارهای ملی شماست، همین بود که بهتون اعلام کرده بودم. نخود مغزهایی که گفتن پرچم نیارید، اقتدار پرچم رو در سرزمین کف دیدیم. امیدوارم این کفاف رو برای شماها با تمام وجود داشته باشه تا چند روز آینده. اما این کافی نیست بچه ها. تمرکز، دقت عمل، انجام درست مبارزات و فراخوان ها. تمرکز، دقت عمل، انجام درست اعتراضات، اعتصابات و اون تشکیلاتی که شماها باید انجام بدید. دوستان نازنین، تمام تفکر و تمرکزتون رو این روزها بذارید فقط روی خیابان، کف خیابان. بدون تعارف ما سر ناسازگاری با رژیمی رو داریم که 43 سال تمام مملکت ما، هستی ما، زندگی ما، پرچم ما،
مانیفست ما، هویت ما، همه چیز رو زیر سوال برده. ما با رژیمی روبرو هستیم که در صف اول اعتراضات تا به امروز هر کس تا به امروز خودشو به خواب زده بود، پادشاه پادشاهان از ابتدای امر چنین می‌فرمود. پوزش میخوام. پادشاه ما چنین فرموده بود تا به امروز و موفق هم شده بودیم. بچه ها ایرادی نیست، شما پیروزید. شما وجدانن حماسه هایی رو که امروز در خیابان ها به ثبت رسوندید دنیا رو به لرزه در آورده. تمام اخبار و سرتیتر خبرهای روز دنیا شده ایران 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 مهد دلیران. این دلیران و مهد دلیران، یادتون باشه منظور ما فقط دلیران مرد نیست، ما زنانی رو داریم که مهد دلیران اونا از مردها بهتر عمل کردن. اونا ثابت کردن هر کدوم از اونها 10 مرد رو میتونه راهنمایی کنه. جمهوری اسلامی توی این باب و توی این روال ناتوانتر از هر بار دیگر زانو زده و به عظمت تفکر شما و هویت شما زانو زده و قبول کرده که اگر یکم دیگه شما استمرار بورزید تا فشاری کنید، مرگ نظام با مخلفات و تشکیلاتش بیشک رقم خواهد خورد. جمهوری اسلامی آیه های یأس خودش رو دارید میبینید. دیگه توی ایران هر کسی میخواد کسی رو مثال بزنه میگه مثل آخوند بهت میکنیم. موج عمام انداختن آخوندها رو دارید میبینید. هر روز جوانان و عزیزان ایرانی مستحکمتر پرقدرتتر دارن در مقابل جمهوری اسلامی و آخوند و علل خصوص در خارج از کشور با بیگانگان با تشکیلات میسته و جانانه می جنگه. یه خبری رو امروز دست به دست می شد توی فضای مجازی. دوستان عزیز حواستون خیلی خیلی به این خبر باشه، به خصوص پیجای بزرگ در اینستاگرام. اون خبر این بود که این هکر، شرکت هکری که اسمش هم دقیقا یادم نیست، میاد و اعلام کردن که جمهوری اسلامی وزارت اطلاعاتش رو این شرکت هکر هک کرده و اخبار و اطلاعاتی رو به دست آورده که جمهوری اسلامی با شرکت بزرگ آمریکایی که زیر سلسله شرکتی است که به وزارت دفاع، بله آنانیموس، اگر اشتباه نکنم آنانیموسه، کمک کرده و در سرکوب مردم، خوب توجه کنید، دخالت داشته. دوستان هر کسی اگر میخواید اخبار موثق از این هکرها رو داشته باشید، پیجشون در توییتر هست، میتونید به راحتی اونجا تشریف ببرید، جذب کنید و بعد هم در انجام تبلیغ و انتشار این فیلم ها کوشش به عمل بیارید. آقایی هم که این پایین نوشتی، این میدونی چیه؟ این منظور من چیزی دیگه از ما، یه حلقه طلایی معین رو دارم میگم. اوکی؟ این شخصیتی که تو نوشتی اینجا نشستی و داری مردم رو اینجوری اینجوری میشه،
اوکی، پدرت رو در آوردیم، پدرت رو در آوردیم، بدبخت شدید. به خدا جدی بهتون میگم، بدبخت شدید. پایان دیکتاتوری و اما یجیبو فرا رسید. بچه فوش ندید، من ایش رو بلاک کردم رفته. دوستان، از انتشار این گونه اخبار کذب در فضای مجازی، جمهوری اسلامی و خود وزارت اطلاعات این اخبار رو درست میکنه و میاد در شبکه ها پخش میکنه و باعث میشه، خوب توجه کنید، و باعث میشه جمهوری اسلامی این کار رو انجام بده که اخبار کذب بیاره و بخواد این شبکه های هکری رو بی اعتبار کنه. هدف اول. هدف دوم اینه که شما عزیزان وقتی این کار رو انجام بدید، خودشون میرن ریپورتتون میکنن و اعلام میکنن به شبکه اینستاگرام که این شخص این پست رو گذاشته و ریپورتش کنید، و پیجای بزرگ که میتونن این روزها اطلاع رسان خوبی باشن اینها رو از دست میدید. حواستون به این مطالب باشه. بریم از عزیزان دعوت به عمل بیاریم هرچه سریعتر. چشم، الان میارمتون بالا. دوست عزیز ما آریای عزیز، همه بنویسید جاوید شاه. پر قدرت، با اراده می جنگیم، می میریم، ایرانمون رو پس می گیریم بدون تعارف. دوست عزیز جاوید شاه، آریای عزیز بفرمید. آریای عزیز بفرمید. آریا جان صحبت بفرمید. بفرمید. دلو دایز. دلو. بفرمید. صحبت کن عزیزم. آریا. بله. آره عزیزم، وقتی این صحبت کنیم آریا جان، صدات خیلی ضعیفه، متاسفانه صدای شما رو من ندارم و مطمئنن عزیزان نازنین، خواهش میکنم کسایی که از درون ایران میان خوب توجه کنید. دوستان، ما طبیعتا میدونیم که اینترنت با اختلالات فیلترینگ بد و پارازیت در کشور مردم باش روبرو هستن، اما یه اتفاق جالبی که داره میفته، زمین و زمان بر علیه جمهوری ننگین اسلامی متحد شدن تا او برود. چطور؟ یادتون میاد همیشه میگفتن ابر و باد و مه و خورشید و فلک و و و و، امروز همه چیز دست به دست هم داده که آخوند برود، باید برود، و در این امر هیچ کس بچه ها کوتاهی نکنه. شرافتا ما در موقعیت بسیار مناسبی هستیم برای براندازی، و ناتوانی جمهوری اسلامی روز به روز برای همگان داره مشهود میشه، و استدعای همه براندازان هم همینه که تا دیر نشده پایان رو با هم انجام بدیم که به اشکال اصلی بر نخوریم. دوست عزیز بفرمایید. جاوید شاه، دوست عزیز بفرمایید. جاوید شاه، بچه ها خودتون دارید میبینید، و اگر من، دوست عزیز صحبت کنید بفرمایید. خودتون میبینید که صدای ایشون، صدای تلویزیونش هست جز صدای خودش. عزیزان، همه ایشون بعد میدونن خودشون صدا اصلا صحبت نکردن،
عزیزان بسیاری از شما رو من درخواستم، شلوغ‌ترین خب به هر حال لایو هستید، شلوغ‌ترین افراد هم میایید و تو این کار یاری میرسونید، درود به تک تکتون. منتها عزیزان میدونیم که اینترنت در ایران چون مشکل هست، این عزیزان نمیتونن وصل بشن، یک مدت زمان کوتاهی صدا دیرتر میرسه به اونها و برای همین هم هست اونها نمیتونن وصل بشن. خب اما برگردیم، پس بنابراین میدونید که دیگه کسی رو نمیشه وصل کرد، اوضاع به چه شکله، بذارید من خودم مدیریت کنم و لایو رو توی این نیم ساعت باقی مونده با هم ادامه بدیم. صدای من رو داری؟ ای بابا دوستان صدای من رو داری؟ عزیزان بنویسید صدای من، من صدای من رو دارید؟ خب عزیزان صدای من رو دارید؟ متاسفانه من میبینم که عزیزان مینویسید اما هیچ کدومتون دوستان صدای من هست یا نه؟ خب بگید دیگه صدا نیست پس. اوکی. متاسفانه بچه های عزیز من با شما نازنینان هر بار میخوام ارتباطم رو مستحکم تر کنم، خب شرایط اینجوری میشه. دوست عزیز بفرمایید، یه آقایی رو آوردیم بالا متاسفانه، ایشون هم وصل نشد. بچه های عزیز اگر صدای من رو دارید عزیزان بگید صدای من رو دارید یا نه. امشب لایو ما، صدای من رو دارید عزیزان؟ دوستان صدای من رو دارید؟ فقط می نویسید روشنگری می کنید، درود بشه. دوست عزیز صدای من رو دارید بفرمایید. صدات می نام استاد، صدا من هست جاوید شاه. صحبت کن، درود بر شما. همون تو این بچه‌ای که نیستید تو لایو کامنت میذارم که هنوز بابا شک شده داری کار تمومه. من کسی بود از سال 88 هم سال 96 98 زندانش بودم، میخوام اینه با قدرت بگم کار تمامه، به فکر آینده ایران آزاد باشیم. بدرود، پاینده باد ایران جاوید شاه. بهت افتخار میکنم، آفرین به شما، آفرین به شما. بچه ها همینطوری اگر کوتاه صحبت کنید و بذارید روال کار باشه، میدونید ما وقتی میبینیم که چقدر عزیزان سرعت اینترنت شماها ضعیفه، خب طبیعتا باید با این مشکلات روبرو باشیم، وگرنه ما میدونیم که در لایو هامون 1000-1500 تا باید الان 1500 نفر بایستی میبود. دوست عزیز جاوید چا بفرمید صحبت کنید عزیزم اگر صدای من رو دارید. آقای درود بر شما، درود بر تمام حاضرین داخل لایو. بله بله درود عزیزم بفرمایید. اهل فدات بشم صحبت کنید عزیزم. درود بر شما آقا سراب، صدام میاد دیگه درسته؟ بله قربونت ادامه. جاوید شاه فدای شما بشم. بله آقا سراب من اومدم بالا، خسته نباشید به همه شما بگم. دوام به دوستان عرض کنم که به دوستان عرض کنم که حتما با فیلتر شکن بیاید بالا. اصلا بدون فیلتر شکن اصلا امکان نداره. من نمیدونم دوستان چطور بدون فیلتر شکن میان بالا، من موندم. بعضی موقع فیلتر شکن خاموش باشه وارد اینستاگرام میشید، بعضی موقع اگه خاموش خودش خود به خود کار نکنه دیگه نمیتونید وارد لایو بشید. همیشه سعی کنید الان فیلتر شکن ها رو روشن کنن بیان داخل لایو، هیچ مشکلی هم پیش نمیاد. به خدا خسته نباشی، پاینده باد ایران، بدرود و سرور. مرسی و سپاسگزارم، بهتون افتخار میکنم. خب پس بچه های عزیز تا این دوستان عزیز میبینید وصل میشید با مشکل و خوشبختانه هم دوست دارن صحبت کنن. وقتی این فرایند هست که متاسفانه میبینیم وصل نمیشید، عذرخواهی منو بپذیرید. تعداد درخواست ها بالاست،
160 نفر درخواست دادید. من عذرخواهی میکنم. دوست عزیز بفرمایید. سلام و عرض ادب خدمت شما هم سهراب گل. همون سهراب یه عرضی داشتم خدمتتون. یکی یکی خواهش میکنم یه نفر یه نفر. این دوست عزیزمون که نمیدونم صدای خشخش هم داره میاد. سلام همون سهراب. خشخش از من نیست. صحبت کن فدات بشم. صحبت کن. جاوید شاه، جاوید خاندان پهلوی بزرگ. درود بر شما جاوید شاه، بفرمایید. صحبت کنید. عزیزی بفرمایید. خوب هستی؟ سلامتی؟ بابا ما نمیدونیم بعد 40 سال اگه اینا بدن، بعد 42 سال اگه این شاهزاده رضا شاه رضا اگه اینا بد بودن، چرا الان اسمشو میارن اینا؟ اگه بد بودن چرا اسمشو میارن؟ و خوبی که به جا گذاشتن این مردم هوادارشونه، ایشونو میخواد رژیم آخوندی. بابا اینا قاتلن به خدا، اینا دشمن ما، اینا اصلا بویی از انسانیت نبردن. یه دفعه متروپول، یه دفعه نمیدونم شیراز، یه دفعه زلزله لرستان، یه دفعه نمیدونم مال کرمانشاه، یه دفعه نمیدونم تهران ساختمان پلاسکو، یه دفعه هر دفعه خود نمیدونم این مردم چرا بیرون نمیان. والا نسبت چرا این مردم اینقدر شعور ندارن؟ چرا مردم اینقدر خواهی مال مزرعه میخوام اینقدر مزدورن اینا؟ مگه چقدر حقوق میگیری که مردم میفروشی بیشرف؟ چرا جوانای مردم، مگه خدا که نیستی تو؟ آدم یه حرفی زده چرا مردم رو میفروشی؟ واسه چی مردم رو میفروشی؟ امیدوارم آدم فروشی کار درستی نیست بیشرف. مگه تخم پدر مگه چقدر حقوق میگیری؟ همه ما مجرد 30 سال 35 سال ما مجردیم به قرآن. بابا زن و بچه نداریم، کار میکنیم شب باد ببریم. از این ور یه روغن ماشین شده 1,000,000 تومان، از اون ور سوار ماشین در بس میری تو شهر اصلا متاسفانه دوستان عزیز میبینید که صدا همزمانی نداره و این دوست عزیزمون هم قطع شد. طبیعتا میدونید که این لایو یک حسن زیبایی که داره و همیشه با هم دیگه در کنار هم تمرین کردیم این بوده که عزیزان درون ایران به راحتی میومدن و صحبتهای خودشون رو در یک لایو سیاسی با هم انجام میدادن. اما دیربازی نیست که شما نازنینان میبینم با مشکل اینترنت که همه ما درگیر شدیم، این وضوحیت و نوسان رو میبینیم که به اختلالات جمهوری اسلامی و اون تفکر اسلامی، این اختلالات رو جمهوری اسلامی برای همگان به وجود آورده. من عزیزان نازنین الان تازه میبینم پیامای شما اومده که نوشته آره صدا هست، آره صدا هست، آره صدا هست. دوستان اینو من نیم ساعت 20 دقیقه پیش گفتم، حالا نمیدونم چرا اینجوری شده. این رو باید امشب در این برنامه که حتما هم سیو میشه و اتفاقا بیننده بسیاری هم داره، من متاسفانه دارم میبینم که اوضاع به این شکل وصل نمیشه و خیلی شماها عزیزان دارید اذیت میشید. بگذریم و اگر اجازه به من بدید دوستان نازنین و اهورایی باشم. آریوی عزیز متاسفانه من همه رو آوردم بالا و وصل هم شدن. متاسفانه با شرایطی که الان موجود میبینم خیلی از شماها عزیزان فکر میکنید وصل هستید، ولی نه، این اینترنت شما مشکل داره. دوست عزیزی بالا هستن، بفرمایید. جاوید شا دوست عزیزی بالا هستید، بفرمایید. جاوید شا میبینید عزیزان؟ آقای عزیز بفرمه، خانم عزیز بفرمه. خب دوست عزیز بفرمایید، صحبت کنید.
جاوید شاه عزیزم صحبت کن، صحبت کن، بفرمایید. درود عزیزم، بفرمایید. قربان شما، صحبت کنید، صحبت کنید. متاسفانه نه. سهراب دوستان، من استدعا میکنم پس تا به همین جا که محبت فرمودید و اومدید سپاسگزارم. تقاضا دیگه ندید، خیلی شلوغ شد و به خاطر این اینترنت ضعیفم اینترنت ها و گوشی ها یاری نمیده در درون ایران و شما نازنینان متاسفانه با کمبود اینترنت به مشکل برمیخوریم. نمیذارید زمان هم داریم به سرعت میگذره، این یک ساعت طلایی رو بذارید با هم گفتمان داشته باشیم. به زودی زود بچه های عزیز خبر بسیار بسیار خوشحال کننده ای براتون دارم که دقیقاً 2 یا 3 روز دیگه برای شماها بازگوش خواهم کرد. یه خبری که همتون رو به وجد میاره، خوشحال میکنه و با تمام وجود بهش ایمان دارید و آرزو دارید که این اقتدار رو در خیابان با همدیگه به انجام برسونیم. دوستان نازنینی که در بخش‌های مختلف تلاش میکنید خوب گوش بدید. از اونایی که با همت والای خودشون توانستن، دوستان عزیز من، صدای من که الان هست و شما تونتونه می نویسید، بذارید من این کامنت ها رو هم یکم مسدود کنم، اجازه بدید که صحبت هامون یک رنگ بشه. دوستان و تمام عزیزان اهورایی خوب توجه کنید، در حال واحد و در ساعات ملکوتی براندازی هستیم و داریم روز به روز ما به اون راهی که ایمان داریم نزدیک و نزدیکتر میشیم، بوی آزادی رو احساس میکنیم. ما فردا و پس فردا، نه پس فردای دیگه، 4 آبان، زاد روز ابرمرد تاریخ ایران شاهنشاه آریامهر اهورایی است و 100% میدونم شما تاجداران بی‌صبرانه، خوب توجه کنید، بی‌صبرانه منتظر همچین روز اهورایی بودید. دوستان عزیزان اهوراییان، روز 4 آبان روز تولد شاهنشاه آریامه، وعده ما کف خیابان. روز 7 آبان خوب توجه کنید، روز 7 آبان روز جهانی کوروش بزرگ، کف خیابان. روز 9 آبان روز تولد و زادروز ابرمرد تاریخ کنونی روی زمین ما و تاجدار تاجداران و پادشاه پادشاهان رضا شاه دوم هست و همه با اقتدار کف خیابان. و بدونید بچه‌های عزیز، آبان ماه شاهان از ابتدا به هم تا الان بوده. بچه‌ها برای رسیدن به این اتفاق تاریخی و بر هماهنگی این اتفاق تاریخی برای براندازی، صدای پای رضا شاه دوم داره میشنوید در تمام شهرها. در دسپول دیشب که غوغا بود، تصاویری برای همگان ارسال میشه و اتفاقا دارید مردمانی رو میبینید این بار رنگ و روی تغییر یافته از تمام اقشار جامعه در این اتفاق تاریخی در دسپول بودن. میخوام اینو بهتون بگم، پیرزن، پیرمرد، مسن، جوان، کوچیک، بزرگ، کودک، نوجوان، همه
جاوید شاه کف خیابان، همه در کف خیابان چهارم آبان با تمام وجود بر اندازیم. ببینید همایون روزی و همایون ماهی است که همه با هم دیگه، هیچ کس این فکرش رو هم نمی کرد. آخوندی که برای شماها خدایی می کرد، خدایی می کرد، جدی دارم میگم، احساس می کرد خدای روی زمینه. آخوندی که خدایی می کرد یادش رفته خدای اصلی شاهه و به زودی به ایران برمیگرده، مردم او رو به عرصه تاجداران باز خواهند گردوند. توجه کنید دوستان، از همین الان عزیزانی که میتونید زادروز پادشاه آریامهر عزیز ما رو تبریک بگید، به خصوص دختران عزیزان نازنینان، فیلم هاش رو برای ما ارسال کنید مثل هر سال، و در اون فیلم مراتب احساسات خودتون رو بیان کنید، برای من بفرستید، میخوایم غوغا کنیم، میخوایم کولاک کنیم. بچه های نازنین، تمام شهرها و تمام رسانه ها پخش کنید که زادروز ابر مرز تاریخ ایران زمین چهارم آبان، همه با هم کف خیابان انتقام 43 سال خودمون رو خواهیم گرفت، همه با هم کف خیابان با عشق اهورایی در عالم مدنیت به خیابان میاییم، همه با قدرت بنویسید و اعلام کنید که چهارم آبان ماه شاهان، هفتم آبان ماه شاهان، نهم آبان ماه شاهان، همه با هم کف خیابان. کار رو توی این ماه به اتمام باید برسونیم بچه ها. روز ولادت بزرگ ارتشداران پادشاه عزیز آریامه، باید بچه های عزیز غوغا کنیم. برای من فراخوان هایی از کف خیابان اعلام شده برای روز چهارشنبه و روز پنجشنبه و روز شنبه. ببینید سلسله وار می جنگیم، می میریم، ایران رو پس می گیریم. یادتون باشه اینها روز 13 نحس آبان رو روز دانش آموز خطاب میکردن، امروز هر روز مردم ایران و هر روز ما روز دانش آموزانه. صبح دانش آموزان میان بیرون، به زور نکشیده دانشجویان هستن، به عصر نرسیده مردم کف خیابان. جانم فدای ایران، جانم فدای شما عزیزانی که در کف خیابان زنجیروار هماهنگ حضور خودتون رو اعلام میکنید. امروز تاریخ سازترین اتفاق قرن شمایید. شما بزرگ مردان، شما بزرگ زنان، شما عزیزانی که در صف اول مبارزات حضور دارید. به زودی عزیزان نازنین درخت های شهرها و سردرهای خیابانها گواه انتقام شما خواهند بود. بر روی درخت ها، هر درختی رو توی شهرتون دیدید تو خیابون، یک لحظه بیستید روی درخت، بنویسید وعده ما تا چند روز دیگر. این درخت ها
که در ولیعصر تهران کاشته شد برای این روز تعبیه شده بود. تو گویی که ایران سرای جاودانه ها داره لحظه شماری میکنه برای پایان دادن به این قاعده کثیف آخوندی. انگل، واژه‌ای که پادشاه عزیز ما رضا شاه عزیز ما رضا شاه دوم برای این موجودات خارق العاده انگلیز انتخاب کرده بود و به درستی هم بیان فرمودن. بچه‌های عزیز، فراموشتون نره و فراموشتون نشه، ماه آبان ماه عزیزان و مادران آبان هم هست. اون واقعی که تاریخ چیز عجیبیه بچه ها، میچرخه میچرخه میچرخه، تکرار تاریخ و پایان دیکتاتوری رقم میخوره. آخوند کشت و کشت و کشت، قلدری کرد، میگفت من خدای شما مردم هستم. نمیدونست، آخوند نمیدونست کارش رو تموم شده میپنداریم و در انجامش کوتاهی نمی کنیم. ممارست های شما بود که امروز شما عزیزان رو به موفقیت ها نزدیک و نزدیکتر کرد. راهی که شماها دارید میرید انتخاب شده بود از روز اول به نام شما براندازان. قرعه نجات میهن و نجات ایران و نجات آیندگان بر من و تو و دیگران نسل سوخته این قرعه افتاده بود. پرپر شدن بچه های آبان و پرپر شدن بچه های نازنین این سرزمین، همه و همه به اندیشه تو و کف خیابان متصل شده. بیایید اتفاق بزرگ تاریخ رو من و شماها که درش وجود داریم سهیم بشیم و اقتدار پایانی رو نشون این ضحاکان بدیم. چند یادتون باشه شعاری دوستان عزیز قول دادیم در کف خیابان، شعار معروف خرم‌آبادی ها رو تکرار کنید، شعاری که جاودانه مانده و هنوز هم بی بدیل می درخشه. رهبر ما اولاغه، یه دستش هم چلاغه، این تاریخ رو به شدت عوض خواهد کرد. این تاریخ رو به شدت عوض خواهد کرد. بچه‌های نازنین، توسی ها، بچه های توسی، حتی بسیجی ها و حتی بچه قلمان ها، همه و همه متوجه شدن رفتن آخوند قانونی شده و مهر براندازی بر پیکره آخوند نقش بسته. دوستان عزیز، بیایید اتفاقی رو که با هم قولش رو دادیم به هم برای همیشه در ماه آبان، برای همیشه در ماه آبان، ماه شاهان رقم بزنیم. ما اراده کردیم بچه ها
و این اراده ملی است که نقش شما نازنینان را نشون خواهد داد. هجرت آخوند بچه جایی نداره بره آخوند، فقط یک جا، اونم در چاه جمکران. بچه یادتون هست مرحال ما خارج نشینا مرحال در ادوار تاریخ ایران وقتی حکومتی عوض میشه، حکومت ما قبل هجرت میکنه، فرار میکنه، کوچ میکنه، نخبگانش از کشور میرن و و و و و و چیزایی که خودتون میدونین. دوست عزیز، انقدر یک کلمه بهت میگم، خواهش میکنم به نام ادب از این جملات استفاده نکنید. پینت کردم، وگرنه دوستان عزیزی که اینجا هستن به عنوان شخصی که بیشتر دنبال تفرقه هست شما رو بلاک خواهند کرد. این رو به نام نصیحت بهت گفتم. دوستان عزیز، امروز و بچه های عزیز نازنین اهورایی، وقتی شما از سد آخوند عبور کردید، ما هممون یه نفس راحت خواهیم کشید و در اون روز متوجه خواهید شد که چقدر کمکاری کردید، زمان به آخوند دادید، تعداد کشته های ما بیشتر و بیشتر و بیشتر شد به خاطر همین مسئله. بدون تعارف بهتون میگم، از مسیری که آخوند به وجود آورده و بچه های یلغی طلایی و بسیجی از اون مسیر برای تفرقه بین شماها استفاده میکنن، خودتون رو خارج کنید. ما یک راه بچه ها برای پیروزی داریم بلا استثناء. حرف پادشاهمون رو به درستی گوش بدیم و اطاعت امر کنیم و سر منشأ براندازیمون بدونیم. دوستان عزیز، ما فردا و پس فردا سجاد جان دیر اومدی فداد بشم، الان که دیگه ساعت آخر لایو ما هست، یک دقیقه دو دقیقه بیشتر فرصت من ندارم و باید از حضور گرم شما من مرخص بشم. از همه شما استدعا میکنم، امام سجاد فردا شب یکم زودتر حتما بیایید، کار مهم دارم. دوستان، ما قدرت خودتون رو اولا دست کم نگیرید. ما وارد براندازی شدیم و ساعات ملکوتی رو داریم به سر میبریم. اما یجیب و مستر ازا دعا و بقیش. امیدوار هستم، اولا منتظر باشید تا دو روز یا سه روز دیگه خبر بسیار بسیار خرسندی و خوشحال کننده ای بهتون میدم که تا به امروز فکرشو هم نکردید. دوم، دوستان عزیز، کنار هم باشید. با قدرت کنار هم باشید. در چهارم آبان که زادروز شاهنشاه آریامهره و هفته آبان و نه آبان، قدرت نمایی بی نظیر شما رو کف خیابان و مردم خواهیم دید. عکس های پادشاه رو آماده کنید، عکس های رضا شاه و عکس های شاهنشاه آریامهر، رضا شاه دوم، رضا شاه بزرگ، شهبانوی عزیز، تیمساران با عظمت و با اقتدار ایران، وفاداران، همه رو آماده کنید. از شما سپاسگزارم، وقت گذاشتید، بدرود می طلبم. تا فردا، فردا روز مهمی است،
سریع باشید، آماده باشید، خبر بسیار بالایی برای شما دارم. جاوید شاه، می‌بوسم.